بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده و بزرگ و مهربان همراهان برنامه دریچه دانایی و شاگردای خوب صنف هفتم سلام روزتان بخیر امیدوار هستم که حال هم به شما عزیزان خوب بوده باشه و درس گذشته را به خوبی مطالعه کرده باشید خب عزیزان در ابتدای درس امروز ابتدای یک ارزیابی از درس گذشته با یکدیگر داشته باشیم و بعد از اون بریم و مطالب جدید درس امروز با یک دیگه یاد بگیریم خب شاگردای خوب سنف هفتم درس گذشته را که به خاطر دارید در جلسه گذشته ما و شما در رابطه با یک شاخه جدید از علم بیولوژی به نام ایکالوژی با یک دیگه صحبت کردیم و گفتگو کردیم و جزئیاتش با یک دیگه یاد گرفتیم خب سوال اول ما و شما میگه که به علمی که رابطه میان موجودات زنده و محیط زیست را بررسی میکند جای خالی میگویند خب این سوال از نوع سوالات جای خالی هست یک تعریفی از یک علمی را به شما داده و نام او علم باید شما در جای خالی نوشته کنین خب این تعریف مربوط به علم اکولوژی بود آفرین به شاگردایی که درس به خوبی یاد گرفتن. سوال دوم به موجودات زنده و غیر زنده ای که در یک جا با هم در ارتباط باشند یا زندگی کنند جای خالی میگویند این دو تا تعریف به یکدیگر بسیار نزدیک است اما فراموش نکنیم که جواب سوال دوم ما و شما اکوسیستم میشه اکوسیستم کوچکتر از اکولوژی یعنی اکوسیستم زیر مجموعه از اکولوژی ایکولوژی یک علم بزرگتری هست که در رابطه با رابطه میان موجودات زنده و کل محیط زیست صحبت میکنم عوامل مختلفی در یک محیط زیست وجود دارد چه عوامل فیزیکی و چه عوامل بیولوژیکی یا زنده خب سوال سوم عوامل فیزیکی یک اکوسیستم را نام ببرید در جلسه گذشته ما و شما اکوسیستم را تعریف کردیم مثال زدیم گفتیم یک گلدان گل یا باغچه منزل شما یا یک باغ یا یک دریا یا حتی یک آکواریومی که در منزل ما و شما از اون نگهداری میکنیم یک اکوسیستم است حالا عوامل فیزیکی شنام بگیریم حرارت یا همون دما نور آب خاک اینا جز عوامل فیزیکی یا عوامل غیر زنده بود که به طور مستقیم در حیات و زندگی موجودات زنده ای که در یک اکوسیستم زندگی میکنه تاثیر بسیار مهم میره داره سوال بعدی حرارت چگونه بر موجودات زنده یک اکوسیستم تاثیر میگذاره خب حرارت یا دماره در جلسه گذشته اگه یادتان باشه گفتیم موجودات یا خون سرد هستند یا خونگرم هستند و با تغییرات فصل سال و دما یک سری تغییراتی هم اتفاق میفته جاندارانی که خونگرم هستند دمای درونی بدن آنها ثابتند اما جاندارانی که نظیر زوحیاتین که خون سرد هستند با توجه به تغییرات محیط دمای بدن آنها هم تغییر می خب حرارت دیگه تأثیری که در عوامل موجودات زنده یک اکوسیستم داره مثلا بعضی از نباتات یا حیوانات هستند که در دماهای خاصی قدرت حیات دارند گروهی از بکتری ها هست که در دمای بالا از بین میره و ما برای اینکه یک وسیله شی یا حتی یک ماده غذایی مانند مثلا شیر را او استریل کنیم و برای استفاده مناسب کنیم باید حرارت بدیم تا او عوامل غیر ای که در مقابل حرارت مقاومت چندانی ندارن از بین برون پس حرارت تاثیر مستقیم در موجودات زنده یک اکوسیستم داره خب عوامل سوال بعد عوامل بیولوژیکی یک اکوسیستم شامل چه چیزایی هست بیولوژیکی یعنی عوامل زنده عوامل زنده در یک اکوسیستم سه گروه بود تولید کنندگان مصرف کنندگان و تجزیه کنندگان بود خب شاگردای خوب در درس امروز ما و شما وارد یک اکوسیستم میشیم و یک اکوسیستم را در نظر میگیریم و رابطه هایی را که بین موجودات در یک اکوسیستم وجود داره را با یکدیگر دیگر مطالعه میکنیم و مورد بررسی قرار میدیم یکی از ساده ترین روابطی که بین موجودات زنده در یک اکوسیستم وجود داره روابط قضایی هست خب این روابط قضایی را در قالب یک اصطلاح بسیار ساده به نام زنجیره قضایی ما و شما مطالعه میکنیم خب میگیم به رابطه میان چند موجود زنده در یک اکوسیستم زنجیره قضایی گفته میشه همونطور که در این اسلاید ما یک تصویر برای شما آوردم نور خورشید کمک میکنه به نباتات که جز گروه تولید کنندگان هستند نباتات عمل ترکیب زیایی یا فتوسنتز انجام میده بعد موجودات علفخوران یا گیاهخواران ما داریم که جزو حلقه دوم یا مصرف کنندگان است مانند نمونه مثلا ملخ ملخ این نبات به عنوان ماده غذایی مورد استفاده قرار میده مصرف کننده بعدی قورباغه ها یا بقه ها هستند که مثلا از این ملخ ها به عنوان ماده غذایی استفاده میکنن خب بعد خود ای قورباغه یا وزق میتونه ماده غذایی برای مارها باشه و خود یک مار میتونه یک ماده غذایی برای یک پرندگان دیگه نظیر عقاب ها ها و پرندگان شکاری دیگه قرار بگیره خب این رابطه یک رابطه غذایی هست این رابطه غذایی یکی از ساده ترین روابطه که به نام زنجیره غذایی یاد میشه ما زنجیره های غذایی زیادی را در یک اکوسیستم میتونیم داشته باشیم حالا یک چند مثال دیگر از زنجیره غذایی ما و شما در پای تخته با یک دیگر میبینیم خب شاگردان توجه داشته باشید مثلا هویج یا زردک <coughs> یک جاندار دیگه به نام خرگوش میخوره و این خرگوش توسط یک جاندار دیگه به نام روبا خورده میشه خب گاهی وقتا ما زنجیره یا رابطه غذایی بین موجودات مانند این زنجیره ما و شما بسیار ساده هست اما باید دقت کنیم در این زنجیره ساده هر سه بخش بیولوژیکی یا زنده یک اکوسیستم حضور داره مثلا نباتات که حالا خورشید هم ما و شما باید فراموش نکنیم بعد از این تولید کنندگان مصرف کنندگان اول داریم که این مصرف کنندگان اولیه علف خورانن یا گیا خورانن بعد حلقه بعدی مصرف کنندگان دوم داریم که گوشت خورانن و اگر این روباه به وسیله یک گرگ یا شیر شیر جنگلی شکار شود خب باز همینجا دست به دست میشه باز او هم مصرف کننده سوم خواد بود اما اگر این روباه بمیره و جسد از او در زیر خاک قرار بگیره حلقه سوم هم مانند یک باکتری ها را داریم که اینها جزو گروه تجزیه کنندگان هم. خب، این زنجیره ما و شما یک زنجیره قضاییه که هر سه حلقه را در خودش جای داده اما یک حالت پیچیده تر از زنجیره غذایی وجود دارد به نام شبکه غذایی به نام چی شبکه غذایی خب حالا ما شما ببینیم که این شبکه غذایی به چه شکلی است خب شاگردهای خوب خب دقت داشته باشید هرگاه بین چند زنجیره غذایی در یک اکوسیستم حلقه های مشترکی وجود داشته باشد. ما به این مجموعه گسترده تر شبکه غذایی میگیم حالا یک نمونه شبکه غذایی را در این اسلاید ما و شما میبینیم خب این علف ها توسط خرگوش خورده میشه خرگوش توسط روباه خورده میشه همین خرگوش خودش مستقیما توسط عقاب هم ممکنه شکار شوه و باز خود ای عقاب میتونه به وسیله مار شکار شوه جسم یا جسد یک عقابی که میمیره و میفته مار میتونه او را تغذیه بکنه البته در حالت مرده و از بین رفته او یا مثلا ما گروپ اول علفخاران مانند موش داریم این موشه یک جغد میتونه شکار کنه یک عقاب میتونه شکار کنه یک روبا هم میتونه شکار کنه به همه پیچیدگی هایی که در این زنجیره های قضایی به وجود می آید حلقه های مشترکی که به وجود می آید سبب شده که ما یک شبکه بزرگتر و گسترده تری را داشته باشیم به نام شبکه قضایی پس شبکه های قضایی را می به دو صورت تعریف کنیم بگیم به مجموعه چند زنجیره قضایی که حلقه مشترک داشته باشد. و یا به این صورت بگیم که هرگاه در زنجیره های قضایی یک موجود به وسیله چند موجود دیگه مورد شکار واقع یا به عنوان ماده قضایی مصرف شوه باعث به وجود آمدن شبکه قضایی میشه شبکه های قضایی زیادی در طبیعت وجود داره که همی وجود شبکه های قضایی و وجود حلقه های مشترک در اکوسیستم ها سبب به وجود آمدن یک نوع رابطه دیگر در بین موجودات میشه که به نام رقابت ها یاد میشه خب قبل از اینکه ما و شما به رقابت هایی که در یک اکوسیستم ممکنه به وجود بیاید بپردازیم حلقه های اول، حلقه های دوم و حلقه های سومه مجددا مرور میکنیم میبینیم که در حلقه سوم ما علاوه, بکتر... علاوه, بر بکتری ها فنجی ها را هم میبینیم بکتری ها و فنجی ها یکی از اجزای بسیار مهم زنجیره های غذایی هستند اما بسیار خرد هستند و با چشم دیده نمیشند بلکه به وسیله مایکروسکوپ های پیشرفته دیده میشن خب اگر این تجزیه کنندگان ما و شما از حلقه های یک زنجیره قضایی حذف کنیم می بینیم که این طبیعت به مرور زمان دچار مشکل خواهد شد چرا که اجساد در طبیعت انباشته میشه و مشکلات را به وجود میاره اجساد انباشته شده باید توسط بکتری ها و فنجی ها مورد تجزیه قرار بگیره و تبدیل به مواد یا عناصر اولیه شود و آنها را به خاک برسانه و این خاک ما و شما غنی شوه و برای کشاورزی و زراعت مناسب شوه خب یا حلقه دوم اگر ما و شما در یک زنجیره قضایی حذف کنیم خب این حلقه دوم شامل الفخاران اگر حلقه دوم یعنی الفخاران دوچار ما مشکل شوه حذف کنیم گوشتخاران دوچار مشکل میشه چرا که گوشتخاران مستقیما از نباتات یا علف ها استفاده کنند. بلکه گوشتخاران از موجوداتی استفاده میکنه که خود اون موجودات جزء علف هست خب حذف هر کدام از حلقه ها در یک زنجیره غذایی سبب به هم خوردن او رابطه غذایی که در یک اکوسیستم داره میشه به همین خاطر هست که در حفظ موجودات زنده در اکوسیستم‌های های مختلف امروزه تلاش بسیار زیادی را می‌کنند تا این موجودات زنده به طور ناخواسته و از روی قصد یا عمد از اکوسیستم‌ها ها حذف نشوه چرا که با حذف ای عوامل یا ای حلقه ها سبب به خطر افتادن حیات سایر حلقه ها یا موجودات زنده دیگه میشه خب ما و شما میرسیم به رقابت هایی که در یک شبکه قضایی در بین موجودات یا جانداران زنده وجود دارد. اگر شما فیلم ها یا ویدیو های مستندی را که از راز بقا و رابطه های بین جانداران هست را دیده باشید شامل نزا یا درگیری بین حیوانات هستید اما فراموش نکنیم که تمام این ها و درگیری ها بر سر مواد غذایی نیست بلکه یک سری روابطی نظیر جفتیابی نظیر رهبری یا مدیریت همو مجموعه ای از جاندارانی که با یک دیگه زندگی میکنند در بین این جانداران سبب نزا میشه خب بیشتر رقابت هایی که در شبکه های قضایی وجود داره تلاش برای بقای برای بقا و زنده ماندن هست و برای زنده ماندن نیازمند جذب انرژی هست موجودات خب این ایجاد رابطه‌ای به نام رقابت در یک شبکه قضایی میشه که ما و شما این رقابتها را در قالب حرمهایی که در یک اکوسیستم وجود دارد مورد بررسی قرار میدیم خوب شاگردای خوب ما گفتیم که رقابت هایی که در زنجیره یا شبکه غذایی وجود داره برای حفظ بقا هست برای به دست آوردن یا کسب انرژی هست اما یک انرژی در یک اکوسیستم چگونه منتقل میشه یا در یک زنجیره غذایی چگونه جابجا میشه اگر ما یک زنجیره غذایی یا انتقال انرژی را در یک زنجیره غذایی به صورت یک هرم نشان بدیم میبینیم که در این هرم این قسمت پایین قاعده هرم است و قسمت بالا رأس هرم هم ما داریم خب از طرفی ما و شما میدانیم که همین انرژی در قالب ماده یا غذا منتقل میشه یعنی این موجودات غذا میخورن تا انرژی داشته باشن تا زنده بمانند تا با موجودات یا هم نوع خودشان در اکوسیستم توان جنگیدن و مبارزه را داشته باشه خب در این قاعده هرم ما تولید کنندگان داریم بعد مصرف کنندگان داریم و تجزیه کنندگان داریم خب اگه ما این حلقه ها رو به عنوان یک موجودات که در یک اکوسیستم هست در نظر بگیریم میبینیم در قسمت قاعده یا قسمت تولید کنندگان تعداد زیاده هرچی به سمت بالا میریم تعداد کمتر میشه حالا حالت ساده ترش یک مثال در اینجی در برای شما میکشیم در این قسمت ما هویج داشته باشیم یا زردگ داشته باشیم در این قسمت ما خرگوش یا موجودات علفخوار داشته باشیم و در قسمت بالا گوشت داشته باشیم حالا ما یک زنجیره ساده را نشان میدیم خب این گوشت که خرگوش به عنوان ماده غذایی مصرف میکنه مثلا عقاب در نظر بگیریم خب اینجا خر... یا زردگ اینجا خرگوشه اینجا اقابه میبینیم که هرچی ما به سمت بالا میریم تعداد کمتر میشه اما جسه بزرگتر میشه جسه بزرگتر میشود در این قسمت پایین که مواد غذایی زیاده رقابت کمتره اما هرچی به سمت بالا میریم وقتی مواد غذایی کاهش پیدا میکنه رقابت شدیدتر میشه و در رقابت های شدید جاندارانی پیروز هستن که قوی تر باشن خب عقاب ها قوی تر از خرگوش ها هستند و ای در بین خود عقاب ها هم باز او عقابی که از همه بزرگتر و قوی تر هست او میتونه خرگوش شکار کنه یاد از قسمت بالا مثلا روبار هم میتونیم نوشته کنیم چون روبا هم خرگوشه با عنوان ماده غذایی خود مصرف میکنه خب جسم یک خرگوشه در اینج در نظر بگیرید و جسم یک روباه میبینین که هرچی به سمت بالا میریم جسه یا جسم یک موجود بزرگتر یا کلانتر میشه و زورش هم بیشتر میشه رقابت هم شدیدتر میشه اصلا رقابت جایی به وجود میایه که مواد غذایی کم است و متقاضی یا کسانی که او قضا مواد غذایی را نیاز داره بیشتره پس رقابت قضایی باعث به وجود آمدن یک سری نزاع ها و درگیری هایی میشه خب تعداد هم همینطور کاهش پیدا میکنه تعداد هم کمتر میشه چون بالاخره در یک رقابت یک تعداد اونجا برنده میشن یک تعداد پیروز میشن و مواد غذایی را به دست میارن و یک تعداد دیگه شکست میخورن و مواد غذایی به اونا نمیرسه در نتیجه اونها آماده یا اونا دچار مشکلاتی میشه جسه اونا ریز میشه توان انرژی اونا کاهش پیدا میکنه و ممکنه براحتی توسط دشمن خودشان شکار شوه حتی همین خرگوش هم اگه ما شما در نظر بگیریم که بر سر یک هویج یا یک زردک یک دو سه تا خرگوش با یکدیگر رقابت بکنه او خرگوشی که تیزتر میده یا او خرگوشی که کلانتر هست و زور بیشتری داره این زردگ و هویجه میگیره و به عنوان ماده غذایی از پیش بقیه میگیره و میگریزه حالا این خرگوش ها هم به همین صورت اوی که ماده غذایی را گرفته زنده میمونه و او که مواد غذایی را به او نمیرسه به مرور زمان ضعیف و ناتوان میشه و ممکنه به توسط یک روباهی شکار شود چون انرژی که نباشه او نمیتونه سریع بده و تون بده و مورد شکار واقع میشه خب پس ما و شما میگیم که انرژی در یک اکوسیستم ایک در قالب ماده به صورت ماده منتقل میشه از سمت قاعده به سمت رس مقدار ماده کاهش پیدا میکنه مقدار انرژی کم میشه اما جسه این موجودات بزرگتر میشه رقابت هم از قاعده هرم به سمت رأس بیشتر میشه خب روابط دیگری هم در اکوسیستم ها در مابین موجودات وجود داره من جمله در فصل های جفتیابی موجودات یا جانوران فصل های جفتیابی متفاوتی داره در دا اون فصل های جفتیابی که میشه اینها با یکدیگر بر سر جفتی رقابت داره بازو جانداری که جسه بزرگتری داره و قوی تر هست پیروز میشه خب به طور غیر مستقیم او جسه بزرگ و او جسه قوی از انرژی و ماده ای به دست میاره که به عنوان غذا استفاده کرده و در رقابت های غذایی پیروز بوده این روابطی هست که بین موجودات زنده در یک اکوسیستم ما و شما میبینیم خب مجددا به تصویر قبل یا به اسلاید قبل ما و شما برمیگردیم در اسلاید دو تا گوز نمیبینیم که از شاخه های خودش و یکدیگر در حال درگیری و نزاع هست خب این رقابت به جنسیت ارتباطی نداره حالا در فصل جفتیابی به جنسیت مربوط هست اما رقابت ها بر سر مواد غذایی به جنسیت ارتباطی نداره هم حیوان ماده و هم حیوان نر هر دو بر سر به دست آوردن مواد غذایی با یکدیگر رقابت کنند. خب ما و شما رقابت حتی در نباتات هم داریم این بسیار جالبه انشاءالله در بیولوژی سنف 11 و 12 میخوانیم حتی در جنگل ها و در مناطق زراعی و کشاورزی شما میبینید که همون نباتی که به نور خورشید به نور آفتاب دسترسی بهتری داره یا به آب دسترسی بهتری داره یا به خاک غنی دسترسی بهتری داره بهتر رشد میکنه و اون نباتی که بهتر رشد میکنه یا از نظر قد و جسته بزرگ میشه کلان میشه و او جانداری که در این رقابت یا اون نباتی که در این رقابت پیروز نبوده روز به روز ضعیفتر میشه و گاهی وقتا خشک میشه و از بین میره پس ما رقابت در بین نباتات هم داریم اما نوع اونها متفاوته میبینیم که تمام این ها بر سر بقا و انرژی هست حالا در زنجیره غذایی بر روی هم ماده غذاییه اما در مابین نباتات بر در اثر جذب نور خورشید هست در اثر جذب آب هست و در اثر جذب مینرال های موجود در خاک هست خب شاگردای خوب صنف هفتم رسیدیم به پایان درس امروز امیدوار هستم که از درس امروز لذت برده باشید دیگه ما یکی دو تا درس دیگه از بیولوژی سنف هفت بیشتر نداریم انشاالله که ما را همچنان همراهی کنید و درستان به خوبی بخوانید و یاد بگیرید همه شما عزیزان به خدای بزرگ و مهربان می سپارم خدایا رو نگهدار شما